بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت هر یک شما عزیزان. دوستان عزیز، حتما از ماجرای یک مرد افغانی که تقریبا 7 یا 8 ماه پیش به قصد دیدن و طواف خانه کعبه شریفه به سوی عربستان سعودی حرکت کرده بود، او هم با یک بایسکل، حتما شما در جریان هستید. این مرد افغان از ولایت ننگرهار افغانستان است و میگوید که پس از 8 ماه دوباره به افغانستان برگشته، اما با دست خالی متاسفانه. یعنی قصدی که به خاطر ادای فریضه حج داشت متاسفانه به او نرسید. از روز اولی که به قصد رسیدن به خانه کعبه شریفه حرکت کرده بود، 51 روز گذشت تا به عراق رسید. در جریان راه، یعنی در مسیری که تا خانه کعبه شریفه بود، در همه کشورهایی که عبور کرده بود، مردم بسیار سپاسگزاری، قدردانی و مهمان نوازی او را می‌کردند. ولی ناگهان پاهش که در کشور عراق رسید، اونجا بود که سر داستان شروع شد. به گفته شخص 51 روز طول کشید که تا عراق رسید. وقتی که به عراق رسید، اونجا به اتهام جاسوسی این مرد را گرفتار کردند و خوب لت و کوب کردند و به زندان روان کردند. خود این مرد افغان میگه که آنقدر مرا لت و کوب کردند که حتی تا 5 روز از جاهای خود بلند شدن نمیتونستم. موضوع امروزی ما در رابطه با عشق به خداوند متعال یا به الله متعال است. چه چیزی این مرد را وادار ساخت که با این اقتصاد ضعیف قصد کنه که با بایسکل تا خانه کعبه شریفه برود؟ طبیعتاً که عشق به الله متعال. بیاین کمی از این داستان را از زبان خود این مرد بشنویم و در ادامه برنامه صحبت‌های دکتر صاحب زاکر نایک را در این رابطه حتما میشنویم. اجی صاحب داسې یو طریقه ستا چلته تا ته څه د ویزې کار ما پیران کې برابر کې دی راکړه څه رقم د کتو خپل بیا ځي معنا داسې یو د ویزې طریقه امریکا ته برابرېږي تاسو خپل بیا ورځي سفارت ته بس پام دی خاطر باندې ونی ولم چې زه سنی وم ما خدا غوښتل چې د سنی او د شیا ترمنځ باید کومه فاصله نه وي ولې هغه هم د الله بندگان یو موږ هم د الله بندگان پر ظالم یې دغه فکر کړ دوی چې بیا ذکر ونی ولم او د ډېر ورځو په خاطر دغه باندې چې څلور ورځې د نجف په دغه کې وم امن دغه استخباراتو سره وم هلته هم سزا راته راکړه او حتی دومره ووهلو چې په خپلو خپو نشم ګرځېدلی د عراق حکومتي چارواکو به بیا زه د لاسونو نیولم او په دې حالونو کې بیا ګرځولم. در یک اجتماعی بسیار بزرگ یک پسر هندو از دکتر صاحب زاکر نایک این گونه سوال می کند. در شروع میگه که السلام علیکم جاکر صاحب، میرا نام سنتوش سنگھ ہے، میں ایک مسلم لڑکی سے شادی کیا ہوں کوٹ دورہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، اپنے گھروں کو گھر سے بے دخل کر دیے ہیں، آج میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ سب میرے بھائی میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنا مسلمان بننے کا فرض ادا کروں اور کوئی ایک میرا اچھا سا نام چن کے رکھ دیجیے. ای پسر هندو میگه که نام ما سنتوش سنگ است و ما با یک دختر مسلمان ازدواج کردیم، او هم در محکمه دور از فامیل و اقارب خود. پدر مادر ما نمیخواهد که ما دوباره وارد خانه شم، یعنی مرا ممنوع دخول کردند، یعنی فعلا ما جایی برای رفتن و زندگی کردن ندارم و ما اینجا آمدیم تا ای که مسلمان شوم و یک نام بسیار زیبای مسلمانی بالای ما بگذارید. دکتر صاحب زاکر نایک، بخاطر که همه ما برادر هستیم در این اجتماع که اشتراک کردیم. دکتر صاحب زاکر نایک دم مایکروفون می ایسته و میگه که برادر ما از من خواست که یک نام مسلمانی بالای او بگذارم و گفتن که ما با یک دختر مسلمان عروسی کردیم، او هم در محکمه و می خواهیم که مسلمان شوم دور از پدر و مادر خود. پیش از این که به برادر ما نام تعیین بکنیم، اول از برادر پرسان می کنم که آیا خودت
صرف و خاطر پوره کردن آرزو و ارمانی که این دختر خانم داره که تو باید مسلمان شوی، به خاطر از اون مسلمان میشوی یا ای که محبت به الله متعال داری و میخوای که احکامات الله متعال را تکمیل بکنی و عملی بکنی؟ پسر هندو میگه نه خیر، من فقط به الله متعال ایمان دارم و باور دارم و میفهمم که بهترین دین دین اسلام است، به او خاطر من دین اسلام را قبول میکنم. دکتر صاحب ذاکر نایک پرسان میکنه که آیا به یک الله باور داری؟ باور داری که الله متعال دیگر شریک ندارد؟ پسر میگه بله. و میگه باور داری که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر است؟ پسر هندو میگه بله. و دکتر صاحب ذاکر نایک میگه تو خوشبخت هستی که این دختر خانم واسطه تو شد تا اینکه تو به دین اسلام آمدی و مشرف شدی. درست است که در دین اسلام محبت یعنی عاشقی قبل از ازدواج جواز ندارد و روا نیست. دکتر صاحب ذاکر نایک یک بار دیگر پرسان میکنه که آیا بالای تو فشار و جبر و زور است که دین اسلام را قبول بکن؟ یعنی خاص نامزاد یا هم امو خانمی که گرفتی، دختر مسلمانی که بو ازدواج کردی، خواست از او است؟ پسر هندو میگه نه، من خودم به خواست خود دین اسلام را قبول میکنم و به خاطر هیچ کس دیگر قبول نمیکنم. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که در دین اسلام هیچ جبر و فشار و زور وجود ندارد، پس بنان اگر خودت به خواست خودت دین اسلام را قبول میکنی هیچ مانع نیست. دکتر صاحب ذاکر نایک کلمه شریف را دوران میکنه و از این پسر میخواهد که به تعقیبش کلمه شریف را دوران بکند تا اینکه مسلمان شود و در ادامه ترجمهش هم به این پسر هندو میگه تا اینکه از پشتش دوران بکنه و تکرار بکنه. چاہتے تو کوئی حرج نہیں، ہمیں پسند ہے. آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی نہیں. وہ لڑکی آپ پہ زبردستی کرے کہ قبول کرو؟ ایسا کوئی بات ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. کوئی آپ پہ زور لگا رہا ہے؟ کوئی نہیں، سب خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں، ہمارے پریوار بھی خوش ہے، ماشاء اللہ. تو اگر آپ سچ مچ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کوئی آپ پہ زور زبردستی نہیں کر رہا اور اسلام قبول کرنا چاہتے، بے شک کر سکتے. میں عربی میں کہوں گا، آپ اس کو دہرائیے. جی. اشہدو اسدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشدو واسدو انا محمدن محمدن عبدہ ورسولہ رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے. در اخیر دکتر صاحب ذاکر نایک میگه ماشاءالله، تبریک باشه، فعلا خودت یک مسلمان هستی. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که فعلا اسمی که بر ذهن من میگذرد یعنی خطور میکند اسم بلال است، آیا درست است؟ پسر هندو میگه نفهمیدم چی؟ دکتر صاحب ذاکر نایک دوباره تکرار میکنه بلال. وقتی که این پسر هندو میشنوه واقعا خوشحال میشه، میگه درست است، خوب اسمی است. جو نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے ہیں. جی بلال بلال بلال. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرے. آپ نے کہا و دکتر ذاکر نایک میگه که من دعا میکنم که تمام مشکلات تو حل شود و خودت قبلا گفتی که من هیچ جایی به خاطر بود و باش و زندگی فعلا ندارم و از خانه ممنوع دخول شدیم، یعنی پدر و مادر من نمیخواهد که من دوباره در خانه زندگی بکنم چون نافرمانی اونا را کردم و با دختر مسلمان ازدواج کردم. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که این دنیا که است بسیار کوتاه است، به خاطری که بعضی ها در 10 سالگی، بعضی ها در 50 سالگی، بعضی ها در 100 سالگی و 200 سالگی فوت میشند و واقعا کوتاه است این دنیا. خداوند متعال در قرآن مجید ذکر کرده که ما به انسان زندگی دادیم و موت دادیم، یعنی مرگ دادیم، تا بدانیم که کدام انسان کارهای نیک انجام میده و کدام انسان عمل زشت انجام میده. و زندگی ابدی ما زندگی آخرت است که با اعمال نیک به وجود میاد. و ما به شما دعا میکنم که یک خانه بسیار زیبای در جنت خداوند متعال به شما بدهد، طور که خداوند متعال در قرآن مجید در مورد خانم فرعون ذکر کرده که نام خانم فرعون بی بی آسیا بود، یعنی مسلمان بود، و در سوره تحریر نوشته است و خداوند متعال فرموده است که حتما در مورد فرعون شما معلومات دارید که بسیار جایداد داشت و بسیار پولدار بود و حتی دعوای خدایی کرده بود، اما خانمش با همون جایداد و دار و ندار که داشت همیشه دعایش به الله متعال می بود که تمام جایداد و دارایی و دولت و مال هر چی که در دنیا دارم تمامش بگیر، ولی فقط یک خانه در جنت به من هدیه بده و او هم نزدیک خداوند متعال.
فرعون کی جو سب سے طاقتور انسان تھا، سب سے مالدار انسان تھا، وہ دعا کرتے اللہ سے کہ یہ ساری دنیا کی جائیداد کو میں ٹھکرانا چاہتی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے ایک گھر دو جنت میں اللہ کے قریب۔ تو پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر دے، اور دعا کروں گا کہ اس دنیا میں جو دعا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے اچھا فرمائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو بھی آپ کی مشکلات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور کرے۔ و دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که در شروع ما به خود دعا میکنم که یک خانه بسیار مقبول در جنت خداوند متعال به تو بده، و بعد از او دعا میکنم که در دنیا همچنان یک سرپناه و یک خانواده خوب پیدا بکنی و زندگی بکنی و یک خانه بسیار مقبول نصیب تو شود، و هیر هم دعا میکنم که بدون از آخرت تمام مشکلاتی که در دنیا داری تمامش خداوند متعال حل بسازد. دوستان عزیز، جهان سپاس از این که تا آخرین لحظات ویدیو ما را همراه بودید. فراموش نکنید که نظریات سالم شما یک دنیا به ما ارزش دارد. لطفاً در کامنت نظریاتتان را بنویسید. ویدیو ما را لایک کنید و کانال رساین را حتما سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد، الله متعال یار و یاور همه ما باشد. خدا نگهدار.